کدر و غیر شفاف، بهترین تصویری که تاکنون از پلوتون در اختیار داریم. به قدری دور است که هیچ جزئیاتی در آن مشخص نیست. مقایسه کنید با تصاویر شفاف و باور نکردنی که از مریخ داریم. یا حتی شکلگیری طوفان بالای نوارهای زحل را هم می توانیم ببینیم. تقریبا درباره همه سیاره ها و اجسام بزرگ منظومه شمسی اطلاعات مناسبی داریم، به جز پلوتون. 9 سال پیش بود که با پرتاب این موشک مأموریت تازه ناسا موسوم به افق‌های تازه آغاز شد. فضاپیمایی که با سرعتی باور نکردنی نزدیک به 5 میلیارد کیلومتر را درنوردید و به نزدیکی پلوتون رسید. عملیاتی پیچیده که حالا به مراحل پایانیش نزدیک می‌شود و به زودی خواهیم توانست اولین تصاویر شفاف را از سطح این کتوله یخزده به دست آوریم. درباره پلوتون اطلاعات خیلی کمی داریم. می‌خوایم درباره شکل و ساختار سطحش بیشتر بفهمیم. پلوتون تا حالا یه چیز مبهم بوده که تنها تصاویرش رو از تلسکوپ هابل به دست آورده بودیم. ولی حالا امیدواریم بتونیم جزئیات اجسامی در ابعاد حدود یک استخر رو ببینیم و تشخیص بدیم. پلوتون که پیشتر نهمین سیاره منظومه شمسی لقب داشت، حدود 9 سال پیش این عنوان را از دست داد و حالا کوتوله‌ای در نوار کایپر در انتهای این منظومه شناخته می‌شود. اما این موضوع هم چیزی از اهمیت این پژوهش نمی‌کاهد. تکمیل این مأموریت به معنای پایان دور اول اکتشافات ما درباره منظومه شمسی خواهد بود. اولین نماهای نزدیک را از این کوتوله یخ‌زده در لبه منظومه شمسی و دورتر از نپتون به دست می‌آوریم. هنوز به طور قطعی معلوم نیست چه خواهیم دید و چه اطلاعاتی به دست خواهیم آورد. ولی احتمالاً می توانیم بفهمیم که اتمسفرش چگونه شکل گرفته، سطحش چطور تغییر کرده و چه بسا قمرهای جدید و حتی حلقه هایی رو هم در اطرافش پیدا کنیم. این فضاپیما کمتر از 6 ماه دیگر به نزدیکترین فاصله ممکن از پلوتون خواهد رسید و به خاطر فاصله بسیار زیادش تا زمین تا ماه‌ها روزی تنها یک عکس از این سیاره دریافت خواهیم کرد. سفر فضاپیما اما همینجا به پایان نمی‌رسد و حدود 4 سال دیگر به جسمی بسیار کوچکتر که پارسال توسط تلسکوپ هابل کشف شد خواهد رسید. پس از آن فضاپیمایی که مقداری از خاکستر کاشف پلوتون را هم در خود جای داده، سفرش در دل فضای بیکران را ادامه خواهد داد.